کمتر از 10 روز آینده، 10 روز گذشته، در واقع نسخه جدید فیلم سینمایی جنگ ستارگان به روی پرده های سینماها نقش بست و بسیاری رو در واقع به خودش مشغول کرد. منتقدان زیادی درباره این نسخه جدید صحبت کردن. راگوان در واقع عنوان این نسخه جدید هست. ظاهرا اون رو بعد مجزا بکنیم از مجموعه جنگ ستارگان که تا الان در واقع اپیزودهای مختلفش ساخته شده و بر پرده سینماها نقش بسته. ظاهرا این یک داستان مستقل هست از مجموعه که به نوعی مرتبط هست با مجموعه جنگ ستارگان از آغاز تا امروز. و اجازه بدید برای اینکه جزئیات بیشتر رو درباره این فیلم سینمایی بدونیم و راجع به در واقع تمایزش نسبت به اپیزودهای قبلی گفتگو بکنم با پوریا نازمی. سلام به شما آقای نازمی و خیلی خوشحالم که با شما گفتگو میکنیم. سلام، شبتون بخیر باشه. آقای نازمی، ممکنه به ما بگید که داستان از چه قرار هست و چه اتفاقی قرار بیفته در این اپیزود؟ دیدید فیلم خودتون؟ بله من دیدم. شما داستان اخبار سال رو از نزدیکی زمین از ایستگاه فضایی و ماه شروع کردین. حالا یه بهتره که به سراغ کهکشانی دور در زمانی دورتر بریم. فیلم روگوان در واقع اولین فیلم از دنیای وابسته و توسعه یافته جنگ ستارگانه. همونطور که میدونید ما دو سگانه پیشتر داشتیم. سگانه اول یا اصلی که قسمت‌های 4 و 5 و 6 بود، حدود 40 سال پیش ساخته شد. سگانه دوم که در واقع داستان پیش از اون رو روایت می‌کرد، قسمت 1 و 3 که حدود اواخر دهه 90 ساخته شد. بله. و سگانه جدیدی که الان شروع شده، قسمت اول یا قسمت اولینش به نام اپیزود هفتم یا بیداری نیرو منتشر شد. اما داستان جنگ ستارگان در یک کهکشانی با دنیاهای مختلف میگذره و اتفاقات مختلفی درش میفته. کمپانی دیزنی که اخیراً مالکیت لوکاس فیلم رو گرفته، تصمیم گرفته که علاوه بر داستان اصلی که داستان خانواده اسکایواکر هست، به سراغ داستان‌های جنبی بره. اولین داستان مستقل داستان روگوان یا یاغی نخست هست. این بیشتر یه فیلم جنگی هست، بیشتر یه فیلم جاسوسی هست که در دنیای جنگ ستارگان اتفاق میفته. داستان دزدیدن نقشه‌های اون سلاح مخوف ستاره مرگ هست و اینکه چگونه به دست شورشیا میفته و مجموعه رویدادهایی رو آغاز می‌کنه که ما در اپیزود 4م یا امید تازه که از این فیلم مجموعه جنگ ستارگان بود شاهدش هستیم. این فیلم اگرچه برخی از شخصیت‌ها رو داره، من نمی‌خوام لو بدم داستانو، ولی اگرچه برخی از شخصیت‌های سگانه ها رو داره، اما داستان مستقلیه. راجع به مردمان عادی هست، مبارزان عادی که در تلاش برای مبارزه با سیستم امپراتوری جنگ ستارگان هستن و بیشتر از اون که شاید حالا هوای عادی جنگ ستارگان داشته باشه، یک فیلم تاریک‌تر، یک فیلم تیره‌تر، فیلمی که در اون شخصیت‌های مثبت و منفی شاید جنبه‌های خاکستری رنگی دارن، خیلی روشن نیستن و در عین حال یکی از بهترین داستان‌های مستقل در این مدتی است که ساخته شده. بیشتر شما با یک داستان جنگی و جاسوسی مواجه هستید، اما در کهکشانی دوردست. خیلی جالبه. و اگر بخوایم نسبت به اپیزودهای قبلی مقایسه کنیم، چون می‌دونم شما خودتون از علاقه‌مندان این مجموعه داستان‌ها هستید، چه نقطه تمایز داره؟ چون توی نسخه قبلی که فکر کنم سال گذشته ساخته شد، منتقدان زیادی هم داشت، یعنی طرفداران جنگ ستارگان خیلی راضی نشده بودن. آیا این بارم همینطوره؟ واقعیتش اینه که حالا باز نسبتاً بیداری نیرو یا قسمت اول سگانه جدید استقبال بهتری شد نسبت به سگانه دومی که ساخته شد. خیلی نقدها بودش. منتقدان نظر مختلفی راجع به این فیلم داشتن. در آینده نظرشون رو اگر جمع بکنیم، منتقدان جزو 2 یا 3 فیلم بهترین فیلم‌های مجموعه جنگ ستارگان تا الان هستش. هم به این دلیل که داستان مستقلی رو روایت می‌کنه، از داستان خانوادگی پدر و پسر و فرزندان اسکای واکر خارج شده و داره داستان افراد معمولی. اینجا شما با قهرمانان عجیب و غریب سر کار ندارید. آدم‌های معمولی هستن که برای هدفشون دارن میجنگن. در این حال برای کسانی که با دنیای جنگ ستارگان آشنا هستن، چهره های آشنایی رو شما میبینید که در این دنیا وارد میشن. از نظر جلوه های ویژه کار بی‌نظیری در این فیلم انجام شده. داستانگویی بی‌نظیری هست و شاید یکی از بهترین نبردهای فضایی و متنوع‌ترین نبردهای فضایی که تا الان در دنیای جنگ ستارگان دیده شده، در روگوان یا یاغی نخست در واقع نشون داده شده. شخصیت های تازه ای اضافه شدن، قهرمان های تازه ای و روند داستان به طور کامل خب متفاوت هست با اون چیزی که ما از مجموعه اپیزودیک یا در واقع قسمت به قسمت اصلی جنگ ستارگان شاهدش هستیم. قسمتی که در واقع بخش بعدیش هشتم، قسمت هشتم در واقع در زمستان آینده حدود دی ماه سال پیش رومون در واقع اکران خواهد شدش. قرار هست که هر سال در واقع لوکاس فیلم غیر از داستان اصلی، داستان‌های اسپین‌آف یا داستان‌های توسعه یافته‌ای رو از گوشه کنار این کهکشان در واقع روایت بکنه برای علاقه‌مندانی که این دنیا رو دنبال می‌کنند. بسیار خب، خیلی زمانمون کم هست، میشه کمتر از 1 دقیقه بفهمید که این فیلم‌های علم تخیلی اصلا کمکی به در واقع توسعه علم میکنن؟ آیا در ترویج علم نقش آفرینن؟ با توجه به اینکه خیال پردازی در اونها نقش آفرین اصلیه.
خیلی کار سختی که من زیر یک دقیقه حتی با تجربه سرعتم صحبت کنم، اما از دو نظر این فیلم ها فوق العاده مهم هستند. یک، این فیلم ها فیلم های علمی تخیلی، به خصوص جنگ ستارگان، فیلم های الهام بخشی هستند. به شما علم یاد نمیدن، حتی شاید ادعای علمی تخیلی بودن نداشته باشن، اما انگیزه ها و علاقه هایی رو برای دنبال کردن دنیای علم و ورود به دنیای علم باز میکنن. من یک نکته کوچیک بگم، توی این دورانی که من کار روزنامه‌نگاری میکنم بارها با دانشمندان و فضانوردان صحبت کردم، از اونها اکثر اوقات پرسیدم که چه چیزی باعث شد که علاقه من به دنبال کردن این حوزه بشین. بسیاری از اونها، اونهایی که قدیمی تر بودن، میگفتن پیشتازان فضا، جدید تر بودن جنگ ستارگان، بنابراین الهام بخش بوده. بسیاری از آینده نگری های اونها امروز به نوعی واقعیت افتادش. منظره خیره کننده در اولین جنگ ستارگان هست که در واقع غروب دو خورشید رو در یک سیاره نشون میده. امروز ما فراخورشیدی، بله فراخورشیدی، امروز ما میبینیم سیاره مثلا کپلر 16 بی دقیقاً سیاره که دور دو خورشید میچرخه. نکته دومی که غیر از الهام بخش بودن از نظر علمی مهم اینه که چون این فیلم ها دیده میشن، چون در موردشون صحبت میشه، طرفدار زیادی دارن، ما میتونیم نکاتی که مطابق با علم نیست رو بگیریم و به بهانه اون علمش رو توضیح بدیم، بگیم اگر این داستان قرار بود در دنیای واقعی اتفاق بیفته چه ماهیتی پیدا میکرد، به چه شکلی شما میتونستید از یک سیاره به سیاره دیگه برید، چه بلایی مثلا تو وقتی اتصال زمان اتفاق افتاد. بهانه های خوبی رو به ما میدن که با وجودی که فیلم علمی نیست، اما راجع به علم صحبت بکنیم. بله. و از این دو نظر الهام بخشی و فرصت صحبت راجع به علم فیلم های مهمی به شمار میرن. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما پوریا نازمی و این آغازی برای یک مجموعه گفتگوی مفصل که نقش آفرینی فیلم های علم تخیلی چگونه است. اگرچه حافظ آقایی هر هفته یا هر یک هفته در میون در برنامه آسمان شب راجع به در بخش ناتیلوس راجع به سینما علم تخیلی صحبت میکنه، شاید فرصتی لازم باشه که مفصل تر راجع به این موضوع صحبت کنیم. از شما سپاسگزارم. شبتون بخیر. متشکرم و تا لحظات دیگه کاظم کوکرم به ما ملحق خواهد شد. نگاهی میاندازیم به آنچه که در سال 2017 میگذرد در دنیایی که بالای سر ماست، نه چندان دور و البته خیلی نزدیک.